برنامه خدا سلام و شبتان بخیر. امروز یک شنبه 28 اسد 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 19 آگست 2018 میلادی. با مجمع خبری ساعت 8 شب واریانا خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها. اعلاماتش بس مشروط با طالبان از سوی رئیس جمهور. مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلام و رعایت نمایند. بزرگداشت از روز آزادی در کشور. خیلی خوشحال هستم امروز در جشن اشتراک میکنیم که نشان میده اتحاد و وحدت اقوام را. از استقلالیت تجلیل میشه، یعنی این آزادی کجاست که ما تا هنوز او را ندیدیم. و گیر ماندن ده ها هزار تن در سیلاب های هند. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی آتش بس سه ماهه مشروط را با طالبان اعلام کرد. آقای غنی در مراسم بزرگداشت از روز آزادی میگوید که آتش بس با طالبان از فردا تا 29 ماه عقرب عملی خواهد شد، اما با این پیش شرط که طالبان هم آتش بس کنند و از جنگ دست بکشند. رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که آتش بس دیگر یک جانبه نخواهد بود و برقراری و تداوم آن بستگی به موقف طالبان در این خصوص خواهد داشت. او همچنان از رهبری گروه طالبان می‌خواهد که برای آغاز مذاکرات صلح با دولت افغانستان آمادگی نشان دهند. باعث حیات با جزئیات بیشتر در این مورد. بزرگداشت از روز آزادی افغانستان در کاخ شاه ترقی خواه و آزادی خواه در آستانه عید بزرگ. اینجا رئیس جمهور غنی آتش بس سه ماهه با گروه طالبان اعلام میکند، اما نه آتش بس یک جانبه، بل آتش بس مشروط. آتش بس دولت سر از دوشنبه تا 29 ماه عقرب عملی خواهد شد، اما برقراری و تداوم آن وابسته به اعلام آتش بس از سوی گروه طالبان و همسوی این گروه با موضع دولت افغانستان خواهد بود. سر از فردا دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلام و رعایت نمایند و یا تا هر مدت که طالبان بان متحد باشند آتش بس را اعلان میکند. برقراری تداوم و مدت آن بستگی با موقف طالبان در این خصوص دارد. رئیس جمهور میگوید تمام موانع صدر راه صلح برداشته شده، از این رو رهبری طالبان باید برای گفتگوهای صلح آمادگی نشان بدهند. ده طالبان و پر رهبری غک او چه ده واقعی او دوامدار صلح لپاره دی ملت اراده تا لبایک وایی او دی ملی او اسلامی ارزښتونو پرانا که دی سول مذاکرات تا چمتووالی کار کرد. گروه طالبان تا اکنون هیچ گونه آمادگی برای اعلام آتش بس نشان نداده و حتی که در پیام دیر رهبر این گروه از آتش بس اصلا یادی نشده بود. مسئله آتش بس قسمی مطرح است از طرف حکومت وحدت ملی که اگر طرف مقابل که در جنگ است اونها هم مراعات کنند آتش بس داریم، اگر مراعات نکنند متاسفانه آتش بس معنای خود از دست میده. دولت افغانستان در عید رمضان هم در برابر گروه طالبان اعلام آتش بس کرد و در پایان این گروه تنها برای سه روز عید آتش بس کردند که پستر پیامد آتش بس دو طرف برای دولت زیانبار گفته شد. حالا دیده شود که طالبان برای سه ماه آتش بس را رعایت می کنند یا باز هم بر تبل جنگ می کنند. احتمال می رود که فردا طالبان اعلام آتش بس کنند. یک عضو پیشین گروه طالبان می گوید بر اساس آتش بس قبلی احتمالاً طالبان در عید قربان هم آتش بس اعلام کنند. شورای عالی صلح نیز خواستار آتش بس دائمی میان دولت و گروه طالبان است. دیانا صمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه پس از سالها جنگ در افغانستان برای اولین بار حکومت و طالبان مسلح در روزهای عید سعید فطر آتش بس کردند، اما گفته می شود که طالبان یک روز پیش از عید قربان نیز اعلام آتش بس می کنند. در چی اعلان بکی یا بیانه نکی اعلان در احتمالی خبر ده زپکر کم چی اعلان بکی، لیکن دست یقینی نسوائله چی اعلان بکی. شورای عالی صلح و شورای علما نیز امیدوار بر اعلام آتش بس از سوی طالبان و حکومتند. ما آتش بس می خواهیم موقت نه دائمی، اما از هر دو طرف. به این معنا که اگر دولت اعلان کنه هم طالبان باید اعلان کنن، اگر طالبان هم اعلان کنن دولت هم اعلان کنه. رهبر طالبان وقتی که پیام تبریکی روان میکنه، همین خواست تمام ملت افغانستان به خصوص شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان و دولت افغانستان و ملت افغانستان هم است که پیام صلحی که سه روز عید است باید بپذیرن. انشالله که ما امیدوار هستیم میپذیرن. با این حال شمار از اعضای مجلس نمایندگان از احتمال آتش بس در روزهای عید قربان استقبال میکنند. امکان دارد که طالبان آتش بستی اعلام ناشده بکنن، یعنی برای چند روز غیر رسمی اعلان آتش بست بکنن، به نسبت از اینکه چون امو حادثه تجربه تلخی که از عید گذشته طالبان داشتن امو تکرار نشه. پایتخت نشینان خسته از جنگ و انتحار که در انتظار تامین صلح سرتاسری در کشورند، از حکومت و گروه طالبان میخواهند که اعلام آتش بست دائمی کنند. همه صلح میخواهند، اما مشروط بر این که این صلح بسیار یک صلح شفاف واضح و روشن باشه و این طوری نباشه که به نام صلح مردم بار دیگر قربانی بده. دولت به دلیل اینکه خودش بی‌تفاوت است آتش بس گفتارایی است، مگر طالبان و داعش به دلیل مردم است به خاک خون میکشه. طالبان خو هم اگر وطن ماست در هر گوشه کنار افغانستان جا داره، ملک داره، خانه داره، بچه افغانستان است، از اونم خواهش میکنم بیاین دیگه غیرت کنن، بیا وطن خود آباد کنن دیگه، بس است دیگه، وطن سوزی، خانه سوزی، مادر سوزی بس است. در جریان 17 سال جنگ در افغانستان برای اولین بار طرف های درگیر در روزهای عید سعید فطر آتش بس مقت کردند و این مسئله با استقبال گرم مردم مواجه شد. اما حملات مرگبار در کابل، حملات گروهی طالبان مسلح بر شهر غزنی، کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی از سوی طالبان امیدواری ها را برای آتش بس کم ساخته است. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. حکومت هند هزاران سرباز و ده‌ها چرخبال را برای نجات افرادی که در سیلاب دیروز متضرر شدند فرستاده است. اداره هواشناسی هند نیز از احتمال سیلاب‌های بیشتر هشدار داده و گفته است هنوز هم ده‌ها هزار نفر زیر آواره‌ها و مراکز اجتماعی گیر ماندند. کارگران نجات نیز خود را به محل رساندند و مشغول نجات گیرماندگان هستند. گفته می‌شود این بدترین سیلاب در یک قرن در جنوب کارالا بوده است. نریندرا مودی نخست وزیر هند که به ساحه رفته گفته است که از تمام چرخبال‌ها، قایق‌ها و دیگر تجهیزات برای تسریع بخشیدن عملیات نجات باید کار گرفته شود. وی گفت که ارتش، نیروهای هوایی و دریایی و گارد ساحلی همه باید برای کمک به زیانمندان مورد استفاده قرار گیرد. تا اکنون 38 چرخبال همراه با هواپیماها و کشتیها برای کمک به ساحه فرستاده شدند. گفته می شود که زیانهای مالی برخواسته از این رویداد 4 میلیارد دلار تخمین شده است. انگولا مرکل نخست وزیر آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته در کاخ موزبرگ در نزدیکی برلین دیدار و در مورد مسائل ایران، اوکراین، سوریه و خط لوری نورد استریم گفتگو کردند. دیمیتر پوسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت است که در این گفتگو هر دو طرف به کدام توافق دست نیافتند. انگولا مرکل روز گذشته گفته بود که تنها از طریق مذاکرات میتوان به مسائل بحث برانگیز رسیدگی کرد. این نخستین اظهار نظر یک مقام رسمی پس از دیدار خانم مرکل و رئیس جمهور پوتین در کاخ موزبرگ است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که یک گروه جدید در وزارت خارجه آمریکا قصد سرنگونی حکومت ایران را دارد، اما شکست خواهد خورد. وی در حالی که در 65مین یاد بود از کودتای 1953 که با گفته وی از طرف آمریکا پشتیبانی میشد و سبب برکناری دکتر مصدق نخست وزیر آن کشور شد، تحریم های جدید ایالات متحده را با آن کودتا مقایسه کرد و گفت نمیگذارد که یک بار دیگر تاریخ تکرار شود. مایک پمپیو هفته گذشته برین هاواک مشاور برنامه امنیت خارجی وزارت خارجه را با عنوان نماینده ویژه دونالد ترامپ برای فشار تحریم‌های آمریکا بر ایران تعیین کرد. واشنگتن و تهران از سال 1953 هیچ روابط دیپلماتیک نداشتند. با خبر اقتصادی خوش آمدید.
اضافه ستانی و فساد در گمرکات سبب افزایش بهای کالاهای وارداتی شده است. اتاق تجارت میگوید این وضعیت سبب کاهش حجم بازرگانی نیز شده و بازرگانان را در شرایط دشوار قرار داده است. وزارت مالیه هرچند فساد در گمرکات و اضافه ستانی را میپذیرد، اما از مبارزه جدی با این پدیده خبر میدهد. سمیر ظفری با جزئیات بیشتر در این مورد. بلند شدن بهای روزافزون کالاهای وارداتی تأثیر ناگوار روی زندگی اقتصادی مردم گذاشته است. اما اتاق تجارت افزایش نرخ این کالاها را وابسته به بهای آن در بازارهای بیرونی ندانسته و میگوید که اضافه ستانی ها از سوی مامورین گمرک، نهادهای مختلف و حتی باجگیری از سوی مخالفین حکومت در مسیر شارها سبب شده تا نرخ تعرفه های گمرکی و مالیات بلند رفته و بهای این کالاها نیز افزایش یابد. تجارت باندې مصرف دومره ډیر شوی دی چې یو سړی په هرات کې مال محصول کی، یو ځلی په فراه کې ودرئ، بل ورځې په دلارام کې ودرئ، بل ورځې په قندار کې ودرئ، بل ورځې په کابل کې ودرئ، او تر کابله چې را رسیږي په دغه کانټینر باندې که 2 لکه روپۍ محصول ورکړې، 2 لکه تې په لارې نورې اخیستل کیږي. بلند بودن تعرفه های گمرکی حتی سبب کاهش حجم بازرگانی شده و بازرگانان را در شرایط سخت قرار داده است. سال از این طرف زیاد شده و یکی از نقاط است که انتقالات ما در کندی مواجه ساخته. اگر چنین شوه انتقالات ما زیاد در کندی مواجه میشه و قیمت ها رو در شهرها بلند میبرند. وزارت مالیه هر چند مبارزه با فساد و ایجاد سیستم های معیاری و معرفی کردن شمار از مفسدین را به نهادهای عدلی از دستاوردهای خود در مبارزه با فساد خوانده، اما با آن هم موجودیت فساد در گمرکات را به گونه کامل رد نمیکند. نه رد او نه قبول، خو امکان لري که وشي که چیرته شوي ده نو مالي وزارت هغه نوموړي کسان سرمالۍ ته معرفي کړي دي چې تاسو چې په جریان کې هستئ چې څو موده مخکې همداسې کسان دستګیر شول. پیش از این رئیس جمهور نیز در تازه ترین مورد از موجودیت فساد در گمرکات نگرانی کرده و هشدار داده بود که کسانی که در گمرکات مداخله می کنند مورد بازپرس قرار می گیرند. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. $1 امریکایی 72.65 پول، 1 یورو 82.70 پول، 1 درهم امارات 19.65 پول، 1000 تومان ایرانی 7.60 پول، 1000 روپیه پاکستانی 596 افغانی و 1000 روپیه هندی 1057 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 36.20، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 36.20، مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 38.26، جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 40.30، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 41.29 و غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 35.16. ممنون از همراهیتون با خبرهای